سلام عرض می کنم خدمت همه دوستانی که برای دیدن این ویدیو وقت میذارید به اولین برنامه خاورمیانه دیگر خوش اومدید در این جلسه نخست من این برنامه رو که میتونیم اون رو برنامه شماره صفر به و معرفی خواهم کرد و دو یک سری تاکتیک ها و قلق های مطالعاتی رو خدمتون ارز خواهم کرد و در پایان هم موضوع برنامه آینده رو از الان ارز کنم که در طول هفته فرصت داشته باشید به آن فکر کنید و میتونیم بگیم که برنامه شماره یک ما خواهد بود این برنامه که مشاهده می کنید معرفیش خیلی ساده است یک برنامه آموزشی هست در راستای ارتقای دانش سیاسی شهروندان ایران در یک دوره شیش ماهه تا یک ساله بسته به اینکه های جلساتمون هفته یک بار خواهد بود یا دوبار شما به سطحی از دانش سیاسی عمومی میرسید در حد یک لیسانس علوم سیاسی البته به شیوه کاملا کاربردی به شیوه کاملا فشرده و همچنین با گرایش ایران به این معنا که شما شاید مثلا در این جلسه ندونید که بحران جنوب شرق آسیا در سال 1997 چه بود یا مشکل آرژانتین با صندوق بین المللی پول چه هست تمامی مثال ها و نمونه هایی که ذکر میشه سعی میشه از ایران یا منطقه, منطقه مرتبط با ایران باشه به این ترتیب شما در حد یک لیسانس سیاسی با گرایش ایران به آگاهی سیاسی میرسید حالا شما رو هفته یک جلسه حساب کنید و در یک بازه زمانی یک ساله من تعهد میدم که همه شما که این برنامه رو تقریب کنید و نکاتی رو که در پایین هر جلسه عرض بکنم رو آیت کنید به یک آگاهی سیاسی عملی برسید موضوعات رو ارز کردم که موضوعات به محوریت ایران و خاورمیانه خواهد بود اما همزمان موضوعاتی کاملا کاربردی خواهد بود موضوعاتی که شما شب و روز باهاش درگیری در اخبار در زندگی روزانه باش سر و کله میزنید ازش عذاب میکشید یا بهش دلخوشی در مورد گذشته ایران در مورد آینده ایران تمامی این مثالها رو نخوض یک مبانی نظری سیاسی براشون توضیح خواهیم داد و پس از آن مستاقهای عینی و عملیش رو بررسی خواهیم کرد شاید این تجربه رو کسانی که در مورد آموزش زبان یادگیری تلاش کردن داشته باشند بهترین یادگیری ها توسط استادان و معلمایی است که مثال هایی کاربردی رو ارائه میدن به دانشجوهاشون دانش آموزاشون کسانی که فقط به تئوری نمیچسبن بلکه مواردی کاملا کاربردی که یک فرد در محیط کار یا در سفر خارج نیاز داشته باشه اون نکات یاد میده اتفاقا اون ماندگارتر خواهد بود پس موضوع ما هم ضمن اینکه بر محورت ایران و منطقه خواهد بود موضوع ها مثال ها تحلیل ها در مورد گذشته الان و احتمالات آینده ایران خواهد بود مواردی که کاربردی ما شب و روز باهاش سر و کار داریم در بخش پایانی هر برنامه هم یک سوال مطرح میشه یا موضوع برنامه آینده معرفی میشه به این دلیل که شما در طول هفته بتونید به آن فکر کنید و بتونید در مطالعات مقدماتی احیانا اگه مایل بودید انجام بدید و با اندکی آمادگی بحث برنامه هفته آینده رو شروع کنید این معرفی مختصر برنامه بود برنامه شماره که ما هفته آینده آغاز خواهد شد که موضوعش رو در پایین این ویدیو عرض می کنم اما قبلش چند قلق ساده یادگیری رو خدمتون عرض می کنم. شاید همتون بلد باشید ولی تکرارش خالی از لطف نخواهد بود حتی اگر برای چند نفر مفید باشه اولین خواهش هم اینه که در هنگام تماشای این برنامه کاغذ و قلم همراه داشته باشید نوت بردارید یا داشت بردارید حتی اگه در حد یک کلمه باشه یا یک جمله یا دو سه جمله در واقع شاید بعضی این کار با کامپیوتر یا با موبایلش میکنن که خیلی هم خوبه میتونید یک آرشیو دیجیتال هم داشته باشید اما لطف کاغذ و قلم یه چیز دیگه است به این معنی که شما موقعی که یک کلمه یک اصطلاح یا یک جمله رو بر روی کاغذ می‌نویسید به نحوی آن رو بر روی مغز خودتون دارید حک می‌کنید میزان ماندگاریش در خاطره شما در حافظه شما بسیار طول عمرش طولانی تر میشه قلق دوم اینه که لطفا مطالبی رو که براتون جالب بوده و یاد گرفتید و یادداشت کردید با دوستانتون مطرح کنید با همون دوستانی که حضوری یا تلفنی ارتباط دارید دوستان صمیمی همونایی که بیشتر با هم تبادل خبر میکنید راجع به دلار راجع به اخبار ایران صحبت میکنید اما این بار بیاید نکاتی رو که تازه یاد گرفتید و براتون جالب بوده این رو با این دوستان بسیار نزدیکتون یا در شبکه های اجتماعی مطرح کنید این در واقع کمک میکنه که این آنچه که بر کاغذ نوشته شده و با بیان با کلام بیان کنید صد درصد در مغز شما ثبت خواهد شد و ماندگار خواهد شد و باعث میشه که تا اون زمانی که مغز شما نرمال فعالیت داره حتی اگه حتی اگه ده ها سال هم طول بکشه ماندگار خواهد بود حالا اگر اون دوستتون هم لطف کنه یک چند تا سوال هم ازت بپرسه یک هم چالشتون کنه و سوالات چالش رو مطرح کنه و به یک بحث سیاسی تبدیل بشه دیگه تضمینی تا ابد تا اون لحظه ای که زنده هستید این مطالب در ذهن شما خواهد موند نکته دیگه این که در کنار این کلاس‌های این جلسات ویدیویی لطف کنید لطفاً کتاب هایی رو خودتون طبق سلیقه خودتون طبق نیاز خودتون برای مطالعه انتخاب کنید و توقع من این هست که در روز فقط ده صفحه یک کتاب مورد نظر خودتون رو مطالعه کنید و با اجازه شما این توقع که من هم میارم پایین تر اگر حتی میدونم الان همه افکارمون پریشانه همه از مطالعه کردن،, مطالعه کردن و کتاب دور شدیم به دلایل متعدد شاید فقط پنج روز پنج صفحه بتونیم مطالعه کنیم هیچ ایرادی نداره شما یک کتاب 300 صفحه‌ای قطور و پرحجم در نظر بگیرید اگر روزی فقط 10 صفحه رو مطالعه کنید در پایان ما شما این کتاب رو مطالعه کردید اگر روزی فقط 5 صفحه رو مطالعه کنید دو ماه بعد این کتاب تموم میشه هر چی باشه هر چقدرم کن شما پس از دو ماه یک کتاب رو موفقیت تونستید بخونید و تونستید علامت گذاری کنید یا دشبرداری کنید شاید گفته بشه که این کمه اصلا چنین نیست مخصوصا اگر مقایسهش کنیم با همه آن ماها و حتی شاید سالهایی که گذشت و ما یک کتاب نخوندیم برای اینکه فکر میکردیم ما یک هفته مداوم وقت نداریم که کتاب دستمون بگیریم از اول تا آخر بخونیم ما این کتاب رو میگیریم ولی طی یک ماه یا طی دو ماه میخونیم اگر کتاب خاصی در نظر نداشتید سوال بفرمایید من سعی میکنم راهنماییتون کنم ولی کتابی باشه که باب میل خودتون باشه و البته مرتبط با موضوعاتی که ارز میکنم خواهش دیگرم از شما اینه که اگر بتونید هر روز یک مقاله بخونید به جای اینکه خبر بخونید به جای اینکه در سایت ها دنبال خبر بگردید به جای اینکه بپرسید دلار چنده بیاد یک مقاله در مورد اقتصاد ایران بخونید یک مقاله ژورنالیستی نه یک مقاله علمی سخت مقالاتی که در سایت های خبری هم پیدا میشه بپرسید که اقتصاد نفتی چیه اقتصاد وابسته به دلار چیه نقش دلار در اقتصاد ایران چه جایگاهی داره شعار خودکفایی اقتصادی چقدر غلط بود و به کجا رسید در طول روز خیلی عالی میشه که به جای اینکه وقت بذارید برای اخبار یک مقاله رو که به تشخیصتون جالب اومده احساس میکنید مفید هست در کنار اون پنج صفحه تا ده صفحه کتاب بخونید از بمباران شدن خبری لطفا پریز کنید خواهشم پای تلویزیون یا پای اینستا یا پای کانال تلگرامتون نشینید شب هر دم به دقیقه اخبار نگاه کنید باور کنید بجز خستگی مغز هیچ آیدی نخواهید داشت شما چک کردن اخبار رو به روزی دو بار هر بار در حد ده تا 15 دقیقه محدود کنید صبح یک بار اخبار رو چک کنید شب هم در حد ده 15 دقیقه همین کافیه بقیه اوقاتتون رو بذارید یا به تکرار این ویدیو گوش کنید یا یه برنامه مطلوب دیگر خودتون رو آموزشی دیگر رو تعقیب کنید یا پنج صفحه کتابتون رو بتونو بخونید یا یک مقاله وعده روزانهتون رو مطالعه کنید خواهشی دیگه از شما اینه که این گرد های رسانه ای عجیب غریب رو به نظر من بذارید کنار اینی که چهار پنج شیش نفر رو دعوت میکنن هل هلکی از هر کنون دو سه سال میپرسن بعضی وقتها جدل سطحی و نمایشی را میندازن اینو بذارید کنار حتما تجربه کردید ده تا از این برنامه ها رو دیدید و هیچ چیز آموزنده ای ازش در نیومده و احیانا اگر در از ده تاشون یک بار یک مطلب آموزشی در اومد مطمئن باشید این مطلب آموزشی رو از دست نخواهید داد و چند ساعت بعدش اینو در شبکه های اجتماعی خواهید دید اگر برفرض طی ده برنامه مناظره سیاسی و میزه گرد و تحلیل های آنچنانی اگر یکی از این استادایی که از این تحلیلگر جمله خیلی تاثیرگذاری گفت اگر احیانا یک تحلیل متفاوتی ارائه شد اگر یک طرح بکری مثلا ارائه شد مطمئن باشید با دو سه ساعت تاخیر اینو بعدا در شبکه اجتماعی خواهید دید ولی نیایید ده روز ده بار بشینید پای ده برنامه به این امید که شاید از, از این ده تا یه جمله ماندگاری و یک تحلیل درست بشنوید عوضش خودتون مطالعه کنید به صورت آموزشی به صورت کتابی و به صورت مقاله ای که عرض کردم در لابلای همین اخبار هم لطف کنید نگاهی نقادانه داشته باشید این برای برنامه آموزشی کمک خواهد کرد مخصوصا موقعی که یک رسانه میگه من این خبر اختصاصی به دستم رسید این خبرهای اختصاصی رو یکم بیشتر در مغزتون مرور کنید چرا این خبر اختصاصی فقط دست این خبرگزاری رسیده چرا این خبرگزاری پس از دو سه چهار روز این خبر در سایر خبرگزاری های دیگه منتشر نشده خبرهای اختصاصی خبرهایی که آدم نمیتونه ردشون کنه نمیتونه به آسانی هم بپذیره چون به هر توسط من به دوم و سوم تایید نشده اما میتونیم چالشش کنیم مثلا من دو تا مثال خدمتتون عرض میکنم در مورد خبرهای دو سه ماهی گذشته که اگر نقادی بررسی میشد این خبر رو باید جمع میشد این واقعا خبرگزاریش می, خبر می بایست خواهی میکرد خبر اول این بود که گویا مقامات ایران به فکر پناهندگی در ونزوئلا هستند خب باید پرسید که آیا این گزینه چقدر میتونه صحت داشته باشه چقدر جمهوری اسلامی حاضرن به مدرور به, کشوری که در بیخی گوش آمریکا و مرتب در امر... با آمریکا در حال مذاکره است اعتماد میکنن آیا واقعا این بهترین گزینه برای جمهوری اسلامیه که اگه یه وقت در ایران انقلاب شد فرار کنن برن ونزوئلا دو من این خبر بسیار بسیار مهم و خاص چرا بعدا در رسانه های دیگه تکرار نشد چرا تایید نشد چرا اپوزیسیون ونزوئلا به این خبر بسیار مهم که برای اونا هم مهمه نپردختند اپوزیسیون ونزوئلا در رسانه های انگلیسی زبان اسپانیولی زبان بسیار پرنفوذند این چهره ها رو بپرسیم بسیاری از این خبرها از بین میره یا خبر دیگه این بود که گویا نیروی انتظامی میره در سوریه مواد مخدر رو روانگردان اینا میاره برای نیروهای سرکوبگر خودش خب باید پرسید چه چیز عجیب غریبی در سوریه وجود داره که اونا میتونن یک قرص ویژه روانگردان پیدا کنند و مثلا خود جمهور اسلامی نمیتونه این کارو بکنه چه تکنولوژی بالایی در سوریه وجود داره که ما در ایران نداریم چرا جمهوری سید باید همشون ریسکی بکنه حکومتی که میتونه اورانیوم غنی کنه حکومتی که پهپاد میسازه حکومتی که سالهاست با مقوله مواد مخدر و سوی استفاده از مواد مخدر است چه نیاز داره برین که بره ریسک کنه در ونز... در سوریه مواد مخدر روانگردون تهیه کنه با هواپیما بیاره تهران به این میگن نگاه نقادانه به نظر من این اخبارم که شنیدید فقط یه فیدبک منفی به این رسانه بدید و بگید که ما اینا نمیپذیریم این مقدمه میشه برای اینکه بتونیم بهتر به مسائل نگاه کنیم این نکاتی بود که ارز کردم نگاه نقادانه مطالعه کتاب مطالعه مقاله یادداشت برداری و گفتگو کردن در مورد مقال موضوعاتی که یادداشت کردید براتون جالبه با دوستان موضوع برنامه هفته آینده یا که بهتر بگم اولین برنامه ما خواهد بود برنامه شماره یک خواهد بود موضوعش دولت و ملت هست مفهوم دولت در قدیم چگونه بوده الان در دنیای مدرن به چی دولت گفته میشه ملت دقیقا تعریفش چیه آیا تعریف یکسانی از ملت وجود داره واژه ملت در تاریخ ایران چه کاربردی داشته آیا میتونیم بگیم انواع ملت ها رو داریم آیا دولت ها و ملت ها یک رابطه خاص با هم دارن یا انواع رابطه متفاوت میتونن داشته باشند آیا دولت هایی داریم که از چندی ملت تشکیل شده باشند آیا ملت هایی داریم که زمین اینکه که یک ملت هن، اما در چندین کشور مختلف حضور وجود داشته باشند؟ آیا رابطه میان قوم و ملت به چه نحوی است؟ این تقسیم بندی از کجا اومده؟ و همچنین مقوله مرز، مرز و ملت و دولت، مرز طبیعی چیه؟ مرز مصنوعی چیه؟ اینی که بعضی وقت رو به غلط گفته میشه مرز جعلی یعنی چی؟ این از کجا شروع شده؟ لطفاً به این مقولات بپردازید احتمالا موضوع برنامه یکم و دوم ما همین مسئله دولت و ملت باشه موضوعی که به صورت روزانه ما باش سر و کار داریم نظرات مختلف و در موردش میشنویم حالا سعی میکنیم یک بستر علمی و تئوریک برای این مباحث پیدا کنیم خیلی ممنون که برای دیدن برنامه شما سفر ما وقت گذاشتید امیدوارم که از نظراتتون مطلع بشم من عرض کردم که قبل از پایان هر برنامه سوژه هفته آینده رو عرض میکنم به اضافه پاسخگویی به سوالات برنامه گذشته اگر واقعا سوالاتی زیاد تکرار شده باشه و بدونم که مخاطبین زیادی این مسئله براشون سوال شده حتما در پایان هر برنامه به آن پاسخ خواهم داد خیلی ممنونم فعلا بدرود